فرانسه کشور رویایی با شب‌های پرهیجان که سالانه گردشگران و مهاجران زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. در این کشور قوانین عجیب و غریبی وجود داره که در یکی از شهرهای اون همه باید برهنه باشن. و اگه می‌خوای بیشتر در مورد این کشور زیبا بدونی تا آخر ویدیو همراه من باش. فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یک کشور فراقاره‌ای در اروپای غربی است که دارای منطقه‌ها و قلمروهای بسیاری در آن سوی دریاهاست. فرانسه یکی از سه کشوری است که سواحلی هم در دریای مدیترانه و هم در اقیانوس اطلس داره. این کشور از جنوب با آندورا و اسپانیا، از شرق با ایتالیا، سوئیس، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک، از جنوب با موناکو مرز زمینی داره. همچنین از طریق کانال مانش با بریتانیا هم مرزه. مساحت این کشور 963 کیلومتره که بزرگترین کشور اروپای غربی و اتحادیه اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ در کل قاره اروپا است. جمعیت فرانسه بیش از 67 میلیون نفره و پایتخت اون شهر پاریسه. این شهر بزرگترین شهر این کشوره و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ فرانسه است. دین اکثریت مردم این کشور مسیحیت کاتولیکه، اما پروتستان ها، یهودی ها و مسلمانان هم در این کشور زندگی می کنند. در زمینه استانداردهای بین المللی فرانسه رو می توان از کشورهای پیشرو دونست. استانداردهای بالای زندگی، تحصیلات، سلامت، امید به زندگی، آزادی و شاخص بالای توسعه انسانی فرانسه را از جمله کشورهای ایدئال برای زندگی معرفی می‌کنه. یکی از قوانین عجیبی که در این کشور وجود داره اینه که بوسیدن در قطارهای فرانسه ممنوعه. زیاد دیده شده که در فیلم‌ها و سریال‌های غربی و اروپایی زمان خدافظی یا هر لحظه دیگه‌ای مسافرانی که بیرون از قطار در حال حرکت ایستادن یا داخل قطار هستن همدیگر رو بوسیدن. اما قسمت واقعی ماجرا اینه که بوسیدن یک کسی که خارج از قطار ایستاده و یک فردی که داخل قطار ایستاده در زمانی که قطار در حال حرکته در قانونهای کشور فرانسه یه حرکت غیرقانونیه و با کسانی که این کار رو انجام بدن به صورت جدی برخورد میشه و جریمه‌های بسیار سنگینی داره. این قانون به خاطر سلامت و امنیت مسافران تصویب شده. با اینکه فرانسه بزرگترین تولید کننده شراب در دنیاست، اما یکی از قوانین این کشور اینه که کارمندان حق نوشیدن الکل در محل کارشون ندارن. یعنی اگه یکی از کارمندان در ساعت کاری مست باشه، کارفرما میتونه اون رو اخراج کنه. و علاوه بر این، کارمندان به هیچ عنوان نباید روی میز کارشون چیزی بخورن و باید در زمان صرف غذا محل کارشون رو ترک کنن و در یک منطقه غذاخوری جداگانه غذاشون رو میل کنن. جالب بدونین که در فرانسه در متروها و اتوبوس‌ها برای حیوانات خانگیتون باید بلیط تهیه کنید. در سال 2008 میلادی فردی به دلیل همراه داشتن حلزون در قطار جریمه شد. از اون پس فرانسوی‌ها فهمیدن که برای حیوانات زیر 6 کیلو باید به مبلغ نصف بلیط تهیه کنند و فقط در این صورت اجازه ورود به قطار را دارند و همچنین ورود حلزون زنده به داخل قطار ممنوعه مگر اینکه بلیط داشته باشه. در این کشور اگه در خونه خودتون برهنه باشین جریمه میشین. برهنگی افراد در خانه به طوری که از بیرون دیده بشه ممنوعه و در صورت مشاهده فرد در چنین شرایطی جریمه 15000 یورویی و با یک سال حبس در انتظار اوست. توجیه قانونگذار برای این قانون اینه که این امر گرچه در مورد فضای داخلی خانه فرد صدق میکنه، اما خانه مکانی است که بالقوه در دسترس عمومه و ممکنه در معرض دید دیگران گذاشته بشه. اما با این وجود، یک شهر ساحلی در فرانسه در مجاورت آب‌های مدیترانه به نام کپدک وجود داره که به شهر اوریان معروفه. این شهر نخستین شهر جهانه که در تمامی اماکن دولتی اون کارمندان کاملا برهنه بر سر کارشون حاضر میشن. بانک‌ها، اداره پست، آرایشگاه و سوپرمارکت‌ها با کارکنانی کاملا برهنه اداره میشن. گردشگران برای ورود به این شهر کوچیک باید 8 یورو مالیات برهنگی پرداخت کنند. گردشگران در ورودی این شهر لباس‌هاشون رو تحویل میدن و در مدت اقامت روزانه‌شون اجازه استفاده از هیچ پوششی رو ندارن
و فقط در طول شب که دمای هوا کاهش میابه لباسی برای گرم کردن خودشون میتونن بپوشن. استقبال از شهر اوریان در میان اروپایی‌ها بسیار وسیع بوده و در فصول گرم سال گردشگرانی از هلند تا آلمان هم از اون دیدن میکنن. با وجود اینکه شهر کاملا اوریانه، قوانین وجود داره که ارتکاب کنندگان به اعمال خلاف عفت عمومی رو به پرداخت 15,000 یورو جریمه و حتی به زندان محکوم میشن. وجود چنین شهر ساحلی در فرانسه انتقادات زیادی رو علیه دولت این کشور به راه انداخته، اما درآمدهای حاصل از اون به اندازه وسوسه برانگیزه که هیچ مقام مسئولی به ممنوعیت برهنگی در اون هم فکر نمی کنن. حالا به این بگو، تو حاضری به این شهر اوریان سفر کنی یا نه؟ پاریس شهر نورهاست. جاذبه های گردشگری پاریس تنها مختص به موزه گردی و جاذبه های تاریخی اون نمیشه، بلکه زندگی در شبهای این شهر همچون روز هیجان انگیزه. قلب این شهر هم در شبها گاه آروم و پر از سکوت و گاه پرشور و هیجانه. پاریس در دل شب با کاباره‌ها و کلوب‌های معروفش جانی تازه می‌گیره. در این کاباره‌ها می‌توان انواع موسیقی پاپ، راک، جاز و هیپ هاپ رو شنید و انواع اجتماعات در این اماکن رو تجربه کرد. گروه‌های شبانه این شهر پرزرق و برق که خواب و خستگی و کار و روزمرگی رو از چشم و تن گردشگران و پاریس نشین‌ها دور می‌کنه، باعث شده که سالانه هزاران نفر به این شهر زیبا مهاجرت کنند. میانگین هزینه‌های زندگی در کشور فرانسه بالاست و پاریس یکی از گران‌ترین شهرهای دنیا به شمار می‌ره. با این وجود، مهاجران زیادی صابون این هزینه‌های سنگین رو به تن می‌مالند. و اگر در مرکز شهر و محلات و عیان نشین پاریس سکونت نکنند، جای مناسبی رو در حومه شهر میابند تا از جذابیت های این کلان شهر مینیاتوری و کهن بی بهره نمانند. آب و هوا در فرانسه بسته به منطقه‌ای که در اون هستیم بسیار متفاوته. قسمت شمالی فرانسه خنک‌تره، در حالی که قسمت جنوبی آب و هوای مدیترانه‌ای داره. واید پول این کشور یوروست و اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محوره. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا بعد از آلمان و بریتانیا است و نرخ بیکاری در این کشور بسیار پایینه که میتونه گزینه خوبی برای مهاجرت به این کشور باشه. خب اینم از کشور فرانسه. پیشنهاد میکنم کشور اسپانیا را هم ببینید و گوز به کانالم نشدید، لطفا سابسکرایب کنید و سنگوله را هم بزنید تا از بقیه ویدئامون باخبر بشین. مرسی.